بینندگان عزیز، هفته گذشته مهمان گرانقدری داشتم که خوشبختانه امروز هم این مهمان عزیز رو دارم، یعنی جناب آقای دکتر بهرام بهرامیان، استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا. امروز هم در ادامه برنامه من گفتگو دارم با جناب آقای بهرام بهرامیان. به ایشون در شرق آمریکا در این ساعت 7:30 شب به وقت شرق آمریکا و 4:27 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس سلام عرض میکنم. آقای بهرامیان، حالتون چطوره؟ درود بر شما و تمام کارکنان اندیشه و بینندگان عزیزتون. خیلی ممنونم که قبول کردید تا امروز هم ما با هم صحبت داشته باشیم. وظیفه بنده. جناب بهرامیان، بذارید یه نکته رو به عرضتون برسونم. خب من از وقتی که این تلویزیون های 24 ساعته به وجود اومده، شاید یک سال بعد از تأسیس اولین تلویزیون، تا امروز آفنان برنامه تلویزیونی داشتم. برنامه که با شما داشتم هفته پیش دارای یک ویژگی خاص بود، دارای یک وضعیت خاص بود. جان بهرامنیا، نسبت به فرمایشات شما اظهار نظرهای فوق العاده وسیع و سنگینی داشتم. این اظهار نظرها حتی به اظهار نظر یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای ملی در ایران در عهد پادشاهی و یکی از وزرا هم رسید. و نسبت به فرمایشات شما اعتراض داشتند و معتقد بودند که بخشی از این فرمایشات شما خب مشکل داره قبول کردنش. و یکی از نکاتی هم که خود من وقتی برنامه رو 3 یا 4 بار آقای دکتر من اینو دیدم، یه نکته‌ای به نظرم رسید که امروز به صورت سوال خدمتون مطرح میکنم و فکر میکنم برای اعتبار بخشیدن بیشتر به فرمایشات شما ناگزیر هستیم به این نکات توجه بکنیم. یکی از مهمترین نکاتی که شما ابراز کردید و اگر لازم باشه چند دقیقه از برنامه رو ما در اون مورد پخش خواهیم کرد، در واقع در مورد بی اختیار بودن پادشاه ایران بود و بسته بودن دستش در برابر پرسش من که از حضورتون پرسیدم. خب وقتی شما به من گفتید گفتگو درباره ایجاد دموکراسی در ایران رو پادشاه از 7-8 سال قبل شروع کرده بود و شما گفتید که با دیگرانم صحبت میکرد و من هم یکی از کسانی بودم که با من صحبت میکرد، سوالات بسیار زیادی مطرح شد. اولا سوالی که چندین بیننده مطرح کردند، با ویژگی های پادشاه ایران شما در چه سن سالی بودید که طرف مشورت قرار می گرفتید؟ چرا که اینجور که من از فرمایشات شما استنباط کردم، شما جزو کسانی بودید که متمایل به جبهه ملی ایران بودید یا عضو در جبهه ملی ایران بودید. یکی از ایناست و طرف مشورت پادشاه قرار می گرفتید. پادشاه ایران چطور به شما رسیده بود؟ با همه جوانیتون، شما هم مثل من در اون موقع، البته شاید یه چند سال از من مسن‌تر بودید، ولی شما هم شخصیت بسیار جوانی بودید، از نظر پادشاه شخصیت خامی می نمودید. چطور شد که طرف مشورت او قرار گرفتید و چند ساله بودید؟ این اولین پرسشه. اجازه می‌فرمایید؟ خواهش میکنم. اولا بذاریم صحبت با این مسئله شروع کنم. از عصبانیت شما، سبب ناراحتی شما رو من درک میکنم. ولی با عصبانیت اون مسئله رو نمیتونم حل کنم. اسم نمیخوام ببرم. تلویزیون، حالا شما خودتون اسم بردید، تلویزیون من و تو، این یکیشونه. اینها دست پرورده های غرب هستن که میخوان فرهنگ ملی ما رو از بین ببرن.
یعنی فرهنگ ملی رو میخوان ریشه از ریشه نابود کنن تا بتونن سوار این ملت بشن. سعیشون کردن در گذشته. وظیفه ما خارج نشینا و حتی در داخل ایران اینه که بشناسیم این رسانه ها رو و بهشون توجه نکنیم و نگاه نکنیم. ببینید شما خودتون شاید بهتر میدونید، من و تو رو با بودجه سیاهی درست کردم. وظیفش اینه که نسل جوان ما رو به قهقرا بکشونه، تخریبش کنه، به صورت اضمحلال درش بیاره و نشون بده که فرهنگ ملی ما اینه. مسائل جدی اینا مطرح نمی کنن و خیلی تلویزیون دیگه هم هست. نمیخوام از موضوع خارج بشم، به تمام سوال شما جواب خواهم داد، ولی این نکته رو عرض کنم. دو هفته قبل یک گروه دیگه رو آورده بودن در واشنگتن، در قبلم عرض کردم، در کنگره باشون مشورت کردن و بهشون قول هایی دادن. یکی از اون قول ها بودی که تمام کمک مالی که لازم باشه به شما در اختیارتون میذاریم و تمام رسانه های دنیا رو، خیلی جالبه، رسانه های دنیا رو تشویق میکنیم که شما رو به اصطلاح بیارن بالا و معرفی کنن به جامعه. یعنی نفوذ غرب در ارائه برنامه ها برای ملل های ملل مختلف بسیار بسیار زیاده. روی مسئله خاص شما الان انگوش گذاشتین و اون مسئله رسانه های ماست. بحثی که میخواستم امشب مطرح کنم خدمتتون، حالا میرسیم به اون مطلب، این بود که اگر نیروها و مخالفین خارج از کشور بشن، همگام بشن، رسانه ها هم دو به دنبالشون میتونن همگام بشن و رسانه ها یک پیام رو به ملت ایران برسونن. ایجاد اتحاد، وحدت کلام، مجزا کردن این برنامه های مبتذل و میگم نقش رسانه ها بی‌نهایت در سازندگی یک اجتماع موثره و این باید بهش توجه کنیم. حالا بیشتر بحث میکنیم. برمیگردم سوالات شما. من در سن شاید 29 بودم و 29 سالم بود که به عنوان معاون پلی‌تکنیک انتخاب شدم و اومدم به ایران و من در 26 سالگی هم دکترا می گرفته بودم و در 27 سالگی 28 سالگی فوق لیسانس علوم سیاسی بودم. اوائل سالهای سیوکیوری به کدر برا اوائل سالهای سیوکیوری که اولین ملاقات بنده بود با قل حضرت و هم دیگه در اون برنامه عرض کردم، ایشون تمایل داشتن که جوانها تحصیل کرده ها حزبی تشکیل بدن، حزب سیاسی، یا در انتخابات شرکت کنن. اون شروع یا مقدمه ارتباط ما بود. مسلماً عرایزی که کردم خدمتتون شاید به نظر عده‌ای زد و نقیض بیاد و نظرهای مختلفی هم هست، مسلمه. برای تایید اون مطلبی که فرمودید بذار این مسئله یکی از واقعیات رو عرض کنم. اگه خاطرتون باشه چند ماه قبل از وقوع اون زلزله 57 آقای هویدا و نصیری رو زندانی کرده بودم، یادتون هست که یکی از این جلسات خدمتشون بودم، عرض کردم که اگر شما، چون میگم ما دنبال آشتی شاه ملت بودیم، اگر شما فکر میکنید که این دو نفر مقصر بودن و این نابسامانی ها و نارسایی ها رو تو مملکت به وجود آوردن، اینها رو محاکمشون کنید، به ملت معرفی کنید و این وسیله میشه، سبب میشه
این برنامه آشی شاه و ملت رو ما بهتر بتونیم جلو ببریم. جوابیشون میدونی چی بود؟ بعد چند ثانیه سکوت فرمودن که تو میدونی پدر من کی کشت؟ دیگه هیچی نگفت، سکوت کرد. از زیر عینک سیاه رنگ مثلا باب سیاهی که داشتن اشکشون اومد پایین. بعد چند دقیقه سکوت گفتن تو فکر میکنی من به اینها میتونم دست بزنم؟ این در پیرو عرایزم بود که در مورد وزراشون فرموده بودن. این واقعیات بود جناب. صداتون نمیاد جناب فروزنده. صدای منو داری جان بهرامیان؟ بله 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 عرض کردم. بله خواهش. واقعیتی بود. حالا عده‌ای از دوستان میپذیرن یا نمیپذیرن یا هرچی تا فکر کنن بکنن. مقصود بنده این بود. نگفتم ایشون اختیار نداشت. چرا؟ تمام اختیاراتو داشتن برای اداره مملکت. ولی دستشون بسته بود. اختیار مملکت اجازه بدید جان بهرامیان. چجور میشه مملکتی رو اداره کرد بدون اینکه اختیار انتخاب وزرا معاونین وزرا رو داشت و انتخاب نمایندگان ملت رو به مردم واگذار کرد؟ اینا با هم جور در نمیاد. شما فکر میکنین نمایندگان به همین سادگی مردم انتخابشون میکردن؟ ببینید من نباید ساده فکر کنم جناب دکتر بهرامیان. نمایندگان کسانی هستند در همه جای دنیا، مگه در این ایالات متحده من و شما زندگی میکنیم واقعا مردم نمایندگانشون رو انتخاب میکنن یا لابی های سرمایه؟ اینجا بله. خب نه نشد. در بنابراین در همه جای دنیا لابی های قدرت در کشورهای آزاد وجود داشتن. در کشورهای غیر آزاد هم مثل کشورهای سوسیالیستی و یا کمونیستی اون ساختار آهنین کمونیسم یا سوسیالیسم اونها برای مردم به عنوان مردم و به نام مردم انتخاب میکردن. چیزی به نام مدینه فاضله انتخاب درست وجود نداره. بنابراین خیلی طبیعی است که یک سری لابی های قدرت سعی بکنن عوامل خودشون به مجلس راه پیدا بکنن. این که خلاف بازی های دموکراسی نیست. اجازه میفرمایید استدعا میکنم. لابیگری در ایران معمول نبود، فقط لابیگری خارجی ها بود. یعنی آقایون تصمیم میگرفتن ادهی رو معرفی میکردن به حضورشون و سلامن ایشون میپذیرفت یا انتخاب میکرد از میان دو تا سه تاشون. ولی اونهایی رو معرفی میکردن میبایست از اون فیلتر میگذشت. آخه چرا؟ ببینید اجازه بدین. سلطنت محمد رضا شاه پهلوی چند دوره مشخص داره. 1320 تا 1332 دوازده سالی است که همه لابی هایی که در ایران وجود داشتند، نمونه های متعدد رو میشه با اسم ذکر کرد، که اینا سعی میکردن صندلی رو از زیر پای محمد رضا شاه بکشند. این یه دور است. دوره 1332 تا 1340 و 1341 یک دوره دیگه است. شاه برمیگرده به قدرت، پادشاه ایران، در دوره‌ای که روشنفکرا ازش قهر کردند. و مسئله اتفاقات 28 مرداد یک ذهنیت منفی رو در ذهن مردم داره. اما یه دوره دیگه هم در سلطنت محمد رضا شاه پهلوی هست. حداقل می شود به این سه دوره تقسیمش کرد. 1340 یا 1341 تا 1357. در این دوره پادشاه اقداماتی رو میکنه که برای خونسا کردن اقدامات او همان قدرت هایی که شما میفرمایید اینها تعیین کننده وزرا بودند، وکلا بودند، همونها با اون اقدامات مخالف بودن. از جمله
بودند در بین قدرت‌های خارجی که با اصلاحات ارضی مخالف بودند. ضمن اینکه آمریکایی‌ها موافق بودند، ولی سایرین بودند که مخالف باشند. سایرین بودند که فکر می‌کردند ساختار سنتی فئودالیته حاکم بر ایران برای حفظ منافع اونها کافیه. اما پادشاه این قدرت رو داشت که متاسفانه فرصت پرداختن درست به اقدامات اون دوره نیست. یکی از عظیمترین اقدامات دوران محمد رضا شاه پهلوی هیچی نیست جز اصلاحات ارضی که کل ساختار و بافت جامعه ایران عوض کرد. اون کار کرد و بارها از 1341 تا 1357 ما مواردی رو دیدیم که شاه در مقابل غرب ایستاد. این ایستادن ها نمیتونست همش به اصطلاح بنا به خواست خود غرب باشه. شاه از خودش استقلال نشون میداد. شما میفرمایید وقتی ببینید جناب دکتر بهرامیان، شما وقتی میفرمایید که شاه هیچ وزیری، هیچ وکیلی، هیچ معاون وزیری رو نمیتونست انتخاب کنه مگر از صافی CIA یا فراماسونری ایران رد میشد، این اصلا درست نیست. یعنی من از زبان خودم رو نمیگم، تمام پیغامایی رو که دریافت کردم میگم، کتابایی رو که دارم میخونم میگم، اینا تایید نمی کنند که شاه در همه این موارد گوش به فرمان بود. اگر چنین چیزی رو بپذیریم دیگه اعتباری برای پادشاه ایران باقی نمیمونه که بگیم در اداره مملکت اختیار داشت. چه اختیاری داشته؟ وقتی وزراشو نمیتونه انتخاب بکنه، وکلاشو نمیتونه انتخاب بکنه، معاونین وزراشو انتخاب نمیتونه بکنه، در واقع من این بیان من نیست بینندگان عزیز، من عذر میخوام. این بلافاصله متبادر به ذهن میکنه که شاه عروسک خیمه شب بازی بوده، در حالی که نبوده. من در خدمتتون هستم. در دوره سوم همجور فرمودید از 41 به بعد و 42 به بعد، بله، ایشون خواست قدم هایی رو برداره به سمت بازسازی کشور و استقلال کشور. ایشون برنامهش بود، دفعه قبلم عرض کردم، ولی این مسئله رو قدم به قدم داشت جلو می برد. کسانی که معرفی می کردن تا حدی که امکان داشت ایشون خودش ممکن بود انتخاب کنه، مثل اسفیا سازمان برنامه و غیره، ولی عده دیگر رو تا از اون فیلترها رد نمی شدن این لابیگری ها وجود داشت. غرب اجازه نمی داد کسی بیاد بالا. این واقعیته. حالا در کتاب ها ننوشتن یا در روزنامه ها نمی نویسن بمانم. پس گفته ها باور نکنید، ولی مسئله این که یک سال و نیم قبل از انقلاب 57 در یکی از این جلسات خودشون فرمودن هفته گذشته این تیمی که در مورد کنسرسیوم داشتن با ایران مشورت میکردن یا مذاکره میکردن یه مرتبه قهر کرده بودن، برگشته بودن لندن. ایشون فرمودن خودشون به من سال 73 گفتن قیمت نفت ببر بالا که از ما با تفاوتش استفاده کنم بتونم اسلحه ها رو بخرم. خاطرتون باشه دفعه پیش عرض کردم و حالا اومدن به من میگن قیمت نفت بیار پایین. میفهمی یعنی چی؟ قبل از اینکه من بخوام جواب بدم خودشون فرمودن یعنی ورشکستگی مملکت. من به دلار اینقدر گشکه اینقدر قرارداد بسته بودم، پایگاه‌های مختلف، کارخانجات مختلف و غیره رو از غرب بخرم. حالا با پایین آوردن قیمت نفت اینجا مملکت ورشکست میشه، ضرر میکنه. ببینید ایشون رو تحمیل بهش میکردن. یعنی شما میخواید به من بفرمایید که مردی که 37 سال در صحنه سیاسی بود و دارای پختگی ویژه‌ای بود در برخورد با مسائل سیاسی، در واقع لابیگری سیاسی رو نمیشناخت، نحوه بهره برداری از لابیگری‌های سیاسی رو نمیشناخت، نحوه به جون هم انداختن غرب رو هم نمیشناخت، یعنی اینقدر ساده بود، یعنی پیاده این شطرنج بود. یورو فروزنده، بله، عرض کردم
تمرد اول ایشون این بود که جنگ ایران و عراق رو راه انداخته بود 5 سال قبل از انقلاب و این واقعیته. بختیار هم این رو میدونست موقعی که رفت عراق و از صدام کمک بگیره وارد ایران بشه، تمام برنامه و شروع جنگ رو میدونستن. این یک واقعیت. دوم عرض کردم قیمت نفت رو گفتن بیار حالا پایین، خودشون برده بودن بالا، خودشون برده بودن پایین. این تمرد دوم بود، به این علت بود ایشون میباس میرفت. حالا اگر یک کمی سریعتر میرفتن جلو و از خودشون استقلال بیشتری میخواستن نشون بدن، زودتر برشون میداشتن. شما توجه داشته باشید ارتش رو کی تحویل خمینی داد؟ همون عمرایی که شاه بهشون اطمینان داشت، مثل فردوست و قرباقی و غیره، به فرمان هویزر اومدن ارتش رو منحل کرد. حالا منحل نکردن، درسته تحویل خمینی دادن. برای پادشاه یک اشتباه کرد. اشتباه شاه نبود. نه چرا؟ نفوذ قهر بود. اجازه بدید همه چیز نمیشه به پای. ببینید یه مسئله که بین من و شما هست، شما برای غرب یک قدرت مطلقه فائقه دهشتناک قائلید، نه من برای پادشاه ایران یک اعتبار خاص قائلم. یعنی چی؟ یعنی من معتقد نیستم که پادشاه اینقدر ساده انگارانه در عرصه سیاسی بود. یعنی معتقد نیستم که این بازی ها رو پس و پیشش رو نمیخوند. ببینید من اون موقع کارشناس جوانی بودم در سازمان برنامه، اون چرا که داشتم میدیدم و شاهد ناظرش بودم، شاه در پروژه های خاصی نظر خاص داشت، در بقیه موارد نظری نداشت و نظر کارشناسی رو قبول میکرد. در موارد بسیار زیادی در سازمان برنامه من شاهد دست خطایی بودم از پادشاه ایران که کارشناسان سازمان برنامه وقتی خواستای پادشاه رو رد کردن هیچ اتفاقی نیفتاد، پذیرفتیشون. پادشاه ایران اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 سال قبل از انقلاب میدونست که به سرطان مبتلاست، اینو میدونست. اگر اشکالی به پادشاه وارد هست این است که در پی تفویض قدرت بر نیامد، در حالی که شهبانو ایران نایب السلطنه بود در ایران. این یک. دو، در بحبوحه انقلاب روزهای بحرانی پادشاه ایران رو ترک کرد. پادشاه میدونست که عمر طولانی در پیش روی نداره. ارتش زمانی تسلیم این توطئه ها شد که فرمانده خودش رو از دست داد و او دیگه نبود که رهبری بکنه. شاید اگر بین شاه و دکتر غلام حسین صدیقی استاد من توافق حاصل میشد که به ایشون به جزیره کیش بره و در اونجا اقامت کنه و سایش بر سر کشور باشه، امروز ما در چنین شرایطی نبودیم. آقای بهرامیان اجازه بدید یک تجربه شخصی رو از اون دوران خدمت شما بگم. من جزو انقلابیون بودم، درست؟ جزو کارمندان و کارشناسانی بودم که به اعتصابات سیاسی اعتقاد داشتند و در این راه تلاش بسیار کردم. ولی یک چیز باید امروز به شما بگم، اون زمان گذشته. ما هرگز سقوط شاه رو نمیخواستیم. من نامه ها رو دارم الان دم دستم نیست وگرنه جلوی دوربین نشونتون میدادم. ما سقوط پادشاهی رو نمیخواستیم، ما تغییرات مناسب در حکومت رو میخواستیم. حتی جمله سقوط رژیم پادشاهی از سر زبان ما در نمیومد. در سالن شماره 9 سازمان، ساختمان شماره 9، شماره 2 سازمان برنامه در طبقه 9 که بسیار ساختمان شیکی بود و آمفی‌تئاتر شیکی بود و اعتصابات سیاسی از سازمان برنامه شروع شد و نه هیچ جای دیگه، ما تا 25 آذر که شورای انقلاب تشکیل شد، ما کارشناسان و کارمندانی که طرفدار خیلی تغییرات در کشور بودیم و نه سقوط رژیم،
زیر دو تمثال بسیار زیبا از پادشاه ایران و شهبانوی ایران اعتراضاتمون رو ابراز میکردیم. تا زمانی که 25 آذر علی اکبر معین‌فر که عضو شورای انقلاب بود آمد در اونجا و گفت این تصویرها باید کشته بشه پایین. دیگه دوران پادشاهی به پایان رسیده. در همون تاریخ عده‌ای از همکاران من اون سالن رو ترک کردن. و حتی همینطور زمانی که شاپور بختیار به پادشاه ببخشید به نخست وزیری رسید من دیگه فعالیتی نکردم، چون همه چیزایی را که فکر میکردم و حتی فکر میکردم زیادیشه با حضور بختیار تضمین شده بود. اگر به جای شریف امامی بختیار آمده بود باز ممکن بود سناریو تغییر کنه، اگرچه تاریخ و اگر مگر نمی نویسند. چرا باید به اینجا کار کشتم؟ تمام حرف من اینه که ما باید بپذیریم پادشاه مرد مقتدری بود، اشتباهات زیادی کرد، بر اثر بعضی از این اشتباهات رژیم ساقط شد، اما او تنها مقصر نیست. همه روشنفکران، همه ما پایه های حکومت، یعنی کارگزاران حکومت پهلوی، مردم، همین مردم که مردم دا همه سنگ به سینه‌شون میزنن به جز روستاییان ایران، در این سقوط دخالت داشتن. باور کنید تا یک سال بعد از انقلاب بسیاری از روستاهای ایران کماکان تمثال شاه روی تاخچه خونه گلیشون در روستاها بود و انقلاب باور نکرده بود. من در خدمت دارم. بسیاری از قسمت های فرمایشات شما رو بنده قبول دارم. شاه قدرتمند بود، تواناییش هم داشت، و ولیکن من زیادی بها ندادم به نفوذ خارجی. کسانی که هنوز نمیدونن واقعیات پشت پرده و ماهیت این رژیم چیست این اشتباه رو میکنن. من زیادی بها نخواستم بدم به غرب، ولیکن نفوذ اینها رو شما توجه داشته باشید. جناب یه جمله بگم خدمتون و بعد تمام میکروفون در اختیار شماست. آقا این بخشی از بازیه. غرب در هر شرایطی سعی میکنه نفوذ کنه و عوامل خودشو بیاره. همون نقطه میخوام برسم. بفرمایید. همون نقطه کسانی که هنوز واقعیات امر رو نمیدونن با احساسات میخوان مسئله رو حل کنن به جایی نخواهیم ما رسید. واقعیت اینه 500 سال گذشته آخوندیزم در ایران نفوذ وحشتناکی داشته که ما رو به این بدبختی رسونده امروز، و اینها عامل خارجی بودند. عوامل خارجی بود که ساواک رو میگردوند، عوامل خارجی بود که ارتش به صلاح ما رو مثل امثال کشیم بود قرباقی و نمیدارم بقیه شد اسمش هم یادم رفت، همیشه بغل دست فردوست، فردوست روش علازت نمیدونست کیه چیه، ولی این جاسوس بود. از طریق اینها در ارتش نفوذ کرده بودن، در همه جا نفوذ کرده بودن. به هر صورت نفوذ اونها رو کم باها ندید. به این دلیل عرض میکنم دستایشون بسته بود، اونجور که میخواست و شاید باید نمیتونستن جلو برن. در امور صنعتی، در امور سرمایه گذاری و غیره تا جایی که میتونستن کمک کردن و هدفشون بود و خب اجازه داده میشد و و غیره. یک مسئله کوچیک عرض کنم. بنده خودم میخواستم کارخونه بذارم در ایران. من معرفی کردم به خرجو رئیس بانک ساختمان. در اومد گفت بسیار خوب، ما به شما وام میدیم با 10% بهره، ولی اول با 5% به من رشوه بدید. نگفت رشوه، کلمه چیز دیگه بود. بعد عرضت در یک جلسه دیگه ای که بود در بندرعباس از من سوال کردن که کارخونه رو تهیه کردی؟ برای گفتم قربان خیر هنوز. گفت چرا؟ عرض کردم قربان رفتم سراغ خیرجو که شما معرفی کرده بودید. ایشون 10% میخواد ولی 5% حق حساب اول میخواد.
گفت بس میخوای چیکار کنی؟ گفت رفتم انگلیس، ضمانتنامه گذاشتم با 7% بهره بدون حق و حساب دارم میگیرم. آقای علم هم تشریف داشتن تو جلسه، عجب عجب گفتن، خلاصه ناراحت هم شده. واقعیات اینا بود عزیز من. حالا برمیگردم به این نکته، خارجی همیشه بوده و هست، نفوذ اینها همیشه بوده و هست، ولی همه این امور به دست ما ایرانی ها انجام شده. برمیگردم به اون نکته حساس، تا زمانی که روشنفکرها طبقه تحصیل کرده ما مستقل نباشن و خودفروشی نکنن، این موزل حل نمیشه. موزلی که ما الان داریم، یکیش آخوندیزمه، یکی در همه جا نفوذ کرده و تمام فساد و تاراج مملکت در اختیار اوناست، سپاه رو اونها دارن، سپاه هم یک وسیله است، ابزار کار آخونداست. دوم متاسفانه روشنفکر نماهای ما هستن که دارن به این سیستم سواری میدن. در پیشم عرض کردم اینها اگر نیروشون رو بکشن کنار، این دستگاه، این رژیم 48 ساعت هم دوام نمیاره. اینجاست که در ایران که هستن رژیم سواری میدن، میان خارج از رژیم انتقاد میکنن، بعضیاشون میرن سراغ کنگره امریکا و غیره، تقاضای پول میکنن که بیان رژیم رو عوض کنن، یه پس فردا صاحب منزلت و پستی باشن. اینه بدبختی ما. تمام شد فرمایشتون؟ بله بله. ببینید، من واقعا معتقد نیستم در جامعه این که شما پادشاهی رو با چندین دهه حکومت آنچنان مصلوب الاختیار میبینید که وقتی بهش میگن که آقا فلانی حق و حساب خواسته، وزیر دادگستریش رو صدا نمیکنه، میگه تعقیبش بکنید. چرا صدا نمیکنه؟ من به عنوان یه شهروند اصلا دلیلی نداره اینو بدونم، چون اگر هر ظلمی به من بشه در یه نظام پادشاهی، نهایتا پادشاه مملکته در یک کشوری که باید بهش من پناه ببرم. دو، اگر پادشاه از همون ابتدای سلطنتش، بعد از که پایه‌های سلطنتش رو محکم کرد، حتی بعد از 28 مرداد به پادشاهی اکتفا میکرد و نه به حکومت، احتمالاً نظام پادشاهی در ایران با دوامتر از اون چه بود که اتفاق افتاد. چون شما لابیگری رو نمیتونید حذف بکنید، روشنفکران خودفروش در همه جای دنیا هستن، اصلا اینها هیچ کدومش ویژگی خاص ملت ایران نیست، اینها در همه جای دنیا هستن. مگه در آمریکا نیستند؟ مگه آیا قبول دارید هستند یا نه؟ از بسیار خوب، مگه بسیاری از این قوانینی که داره در آمریکای متمدن امروز میگذره، اینا به نفع مردم آمریکاست؟ حتما نه. شما با من هم عقیده هستید. لابی های قدرت وجود دارن، در اون دوران هم وجود داشته، شاه بازی کننده بوده بین این لابی ها، چنان که شاه در حالی که غرب اصلا خوشش نمی اومد، روس ها رو وارد ایران کرد، کارخونه ذوب‌آهن یک آرزوی ملی مردم ایران رو توسط غرب نساخت، توسط شوروی ساخت. بسیار خوب، تا اینجا میتونست جلو بره، تا اینجا میتونست بده بستون بکنه. این یک. دو، آزاد گذاشتن انتخاب نمایندگان مجلس سبب میشد که قرض زدن مردم، نارضایی های مردم به طور در واقع سوپاپ اطمینانی باشه، برای اینکه اینها پخش بشه در متن جامعه و همه رو از پادشاه نبینند. نخست وزیر کشور یعنی آقای هویدا نگه من فقط کارگزارم. آخه اینا هم بوده. اگر ما بخوایم به آینده ایران، شما صحبت از اتحاد در آینده میکنید، شما به من میگید که عصبانیت با عصبانیت نمیشه کار کرد، درست میفرمایید. این عصبانیت من یه عصبانیت موردیه، این عصبانیت نمیتونه کار بکنه اگر شما بخواید کار سیاسی بکنید. شما حتما باید شاهزاده ماکیاولو 100 بار بخونید،
مرکز ذهنتون بشه و بعد بشینید پشت میز مذاکره سیاسی. ولی شما میگید که اتحاد بکنم، کدوم اتحاد، کدوم رسانه؟ شما خودتون دارید اشاره میکنید این رسانه ها دائما از طرف کشورهای غربی، از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن. من دارم به شما اشاره میکنم آقا چند تا رسانه مونده، چند تا رسانه ای که از نظر امکانات فوق العاده محدودند، چند تا مونده الان؟ به نظر من فقط دو تا مونده بین این رسانه هایی که میتونن به عنوان رسانه مستقل مطرح بشن، یکی شبکه اندیساس، یکی پارسه. شما اگه سومی میدونید الان به من بفرمایید که این استقلال رو داره. این دوتا هم تا کی میتونن ادامه بدن؟ پس اتحاد با چی؟ اتحاد مردم رو به اتحاد، چرا مردم ما دعوت به اتحاد میکنیم؟ خمینی هم دعوت به اتحاد میکرد، تمام فاشیستا دعوت به اتحاد و وحدت میکنن. ما باید در عین اختلاف با هم ائتلاف بکنیم. نمیدونم نظر شما. اولا کلمه اتحاد رو من شایدم اشتباه مصرف کردم، همگامیه. نیروها باید مستقل باشن، ایدئولوژی خودشون رو داشته باشن که بتونن به مردم عرضه کنن، ولی در این برهه از زمان میبایستی همگام و همصدا باشن. ضمن اینکه استقلالشون رو دارن، ضمن اینکه تئوری خودشون رو دارن، میبایستی در یک امر که این آخوندزدایی باید باشه، ایجاد مثلا یک حکومت دموکرات و ملی در ایران باشه با استقلال سیاسی، در این قسمت میبایستی همگام بشن، احزابی داشته باشیم، زندانی های سیاسی نداشته باشیم، مطبوعاتمون آزاد باشن، اینها. در این مورد هم رسانه هامون هم مخالفین میتونن همگام و همصدا باشن. این یک واقعیت است و این رو هدف ماست. منظورتون کدوم رسانه هاست؟ همینش رو خودتون فرمودید، یعنی دو تلویزیون بعضی رسانه های دیگه هستن، رادیو تلویزیون های دیگه هستن که از مالی وضعشون خوب نیست، طبیعتا دست گدایی دراز میکنن و اسرائیل و عربستان اینا هم کمکشون میکنن، بعضیشون لندن هم خودتون میدونید بعضی هاشون رو. مجموعی بذارید رو هم، اگر شبکه ایران فردای آقای نوریزاده رو هم به اینا اضافه کنید، همه اینا یک دهم بیننده های من و تو رو ندارن. ندارن. بیننده ترین شبکه‌ای که امروز در ایران تغذیه مردم تماشاش میکنن و بهبه و چهچه میکنن این شبکه است. خب من به اون توجهی ندارم، اصلا نگاهشم نمیشه. چه توجه نداشت؟ مگه میشه جناب اگه میخوایم کار جدی بکنیم باید ببینیم تو دستمون چی داریم و حریفمون چی داره. باید ما این رسانه ها رو باید رسواشون کنیم. کسانی که ببینی عزیز من به طرق مختلف اینها میان تفرقه میندازن میون مردم و میون مخالفین، اینها اسباب یا وسیله رژیم هستن، اینها رو باید رسواشون کرد. من و تو هم یکیشه. ملت وقتی آگاه بشه دیگه توجهی نداره، باید این آگاهی رو بهشون رسون. پس وظیفه ما در خارج از کشور اینه که از طریق رسانه‌های ملی که داریم، مستقلی که داریم، این پیام رو به ملت ایران برسونیم. کدوم رسانه ها به چه دلیل عامل هست؟ کدوم رسانه داره؟ بسیار خوب، این یه بخش از کار، این یه بخش از کار درست، ولی قسمت هم صدام که بشن میتونیم با هم دیگه مسئله رو حل کنیم. آخه این نیروها کجا هستن؟ کیا هستن؟ در خارج از کشور نیروهای فراوانی هستن. خب اسم ببرید، چند سازمان مهم رو اسم ببرید که کیا هستن، چی هستن، رهبرانشون کیا هستن. تا کی ما باید از صحبت‌های کلی بکنیم بدون اینکه بدونیم طرف کلی نمی‌کنیم حساب کیه؟ عرض کردم مثلا گروهی که ما الان درست، یعنی گروهی که الان موجوده و دارن فعالیت می‌کنن، گروهی هم رایزنی برای گذار از استبداد به دموکراسی. داریم تمام نیروهای خارج از کشور رو سعی می‌کنیم همگام کنیم. کدوم گروه رو شما میخواید برای کدوم گروه هست که مردم رو الان دعوت به کار عملی میکنه؟ رایزنی بسیار خوبه، موفق باشید. ما رایزنی میکنیم برای که این نیروها و مخالفین رو بیاریم زیر یک چتر همگانی. جناب دکتر چون شما مرد فهیم و مطلعی هستید، من دارم سعی میکنم برم به ته ماجرا برسم.
ببینید جناب دکتر، امیدوارم عمر شما 120 سال باشه. نه 126 سال. خب بفرمایید. حتی بیشتر باشه، چون آدم فهیم هر چقدر زنده باشه به کمک جامعهش میاد. اما آقای دکتر بهرامیان، ماها آفتابای لب بومیم، جانشینای ما کیا هستن؟ آخه بالاخره ما اینا رو یه جایی باید ببینیم، کسانی رو که باید میدون و تحویلشون بدیم. در خارج از کشور من میگم، من در داخل ایران 31 سال از ایران به دورم، اصلا نمیتونم حرفی بزنم. ولی در خارج از کشور اینا کجان که قرار بازی رو از شما، از بنده تحویل بگیرن و ادامه بدن؟ این انچوشکای تلویزیونی، آیا اینها هستن کسانی که باید ادامه بدن؟ آیا اینها راه شما و راه من در ادامه میدن؟ اجازه میفرمایید؟ استدعا میکنم. نیرویی که موجب تغییر و به اصطلاح عوض کردن رژیم میشه، زیر خاکستر در ایران، جرقه هایی هستن زیر خاکستر در ایران. اینها نیاز دارن که با همدیگه متحد بشن یا همگام بشن. وظیفه خارج نشینا مثل بنده و شما اینه که فقط و فقط و فقط از اون نیروهای داخلی حمایت کنیم. چجور؟ اگر همگام بشیم، همصدا بشیم، با یک شعار واحد بهشون کمک بکنیم. تنها کاری ما میتونیم اینه. مبارزین در خارج نیستن، کسانی که رژیم رو میخوان عوض کنن در خارج نیستن، در داخلن. متوجه هستین؟ و از میون جوان ها هستن، طبقه جوان تر هستش. ما در رابطه هستیم با اونها. ببینید نکنید به بنده و شما که از سنمون هم گذشته، شما رو نمیگه، بنده خودم میگم از سنم گذشته، شما نه، شما از جوان های سابق. ماها نمیتونیم به اون رژیم مثلا تلنگر بزنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم، ملت ایران رو، جوانهای ایران رو آگاهشون کنیم، واقعیات رو بدونن، راهنماییشون کنیم. اونها هستن که با تغییر رو حاصل بکنن. تکنولوژی جدید جناب دکتر، تکنولوژی جدید وسیله است، ابزار کاره. یکی از ابزار بله اینترنت هست و تکنولوژی جدید است، ولی اون کسانی که در فقر دارن زندگی میکنن، اونها نه اینترنت دارن نه به این مسائل توجهی دارن، گوش نمیدن. فقر زیادی که وجود داره، بیکاری که وجود داره، اونی که موجب تغییر میشه. تئوری خورده ملت ندید. بهرامیان حرفاتون خیلی پیشرفته است، ولی یک قدم عقبه. میدونی چرا؟ چه در خارج چه در داخل ایران، شما درست میگید که آتش زیر خاکستره. اتفاقا این خاکستر خیلی هم ضخیم نیست. ما در جریان واقعه زلزله دیدیم که چجوری این پوسته ترکید، چجوری مردم تمام سیستم رو به مسخره گرفتن. این خاکستر ضخیم نیست، اما یه کسی باید فوت کنه خاکستر رو تا آتش شعله بر بشه. اون کجاست؟ شما دنبال فرمیانه، اجازه بدین، من چندین بار در برنامه هم اینو گفتم، خاورمیانه سرزمین ظهور 124,000 پیغمبر خداونده. ما فکر میکنم در هر شکلی نمیتونیم انکار کنیم، نهایتا یک رهبر باید سوت بزنه تا مردم به خیابون ها بیان. بفرمایید. اول دو مقصد رو میخواستم عرض کنم، فراموش کردم، یعنی صحبت و صحبت میاد نشد. فرموده که آقای صدیقی اگر اون کار کرده بود، اگر اون کار نشده بود و و و غیره. خیلی اگر و مگر بود هست. اگر مگر هیچ کردم اما بچه شد کاشکینا. تاریخ هم با اینا نمی نویسن. و علت این که آقای صدیقی این کار قبول نکرد بود که اعلیحضرت همیشه این 8 سالی که من با ایشون مثلا جلساتی که داشتیم می فرمودن که من ارتش رو به هیچ عنوان حاضر نیستم تحویل دولت بدم. متجسم فرمولی که ما پیدا کردیم بهشون عرضه کردیم و ایشون بعد از 8 سال پذیرفتن این بود که یک شورای انقلاب
قبل از اون شورای انقلابی که اینها درست کردن، قبل از آذر، آذر ما ایشون پذیرفتن که ما یک ترکیبی عرض میکنم بدم خدمتتون که تای اون کتاب هست دادم خدمتتون. شورای انقلاب متشکل بود از 5 نفر به سرپرستی شهبانو، فردوست و طباطبایی توش بودند، امینی توش بود، 3 تا این طرف نزیه و امینی، به معنی نزیه و بهشتی، که ایشون فرمودن که بهشتی چه صیغه ایست. گفتم که ایشون نماینده روحانیت. فرمودن که من فکر میکردم طالقانی نماینده است. گفتم نه قربان، طالقانی نفوذ داره ولی نماینده آقای خمینی یا به اصطلاح مذهبیون بهشتیه. به این ترتیب این 5 نفر زیر نظر شهبانو قرار بود این شورای انقلاب تشکیل بدن. نخست وزیر با آقای سنجابی باشه، متوجه هستیم، و ارتش هم مستقل به این شورا گزارش میداد. یعنی در واقع ارتش دیگه زیر نظر دولت نبود، زیر نظر شورای انقلاب. ایشون این رو پذیرفت که من ازشون خواهش کردم اجازه بدن، عرض کردم دفعه قبل در زندان آقای سنجابی رو ببینم، باشون صحبت کردم، ایشون پذیرفتن. ایشون فرمودن که چرا با هازرگان رو انتخاب نکردید؟ گفتیم حرکت و این جنبش جون میخوام جنبه مذهبی داشته باشه، که بعدم به اطلاع علازه رسوندم و پذیرفتن. داستانش رو میدونیم بقیش. مقصودم یکی بود که آقای صدیقی به این علت نتونست چیز کنه، چون نتونست راه حل پیدا کنه که ارتش رو جدا نگه داره، ولی این راه حل آخری رو پذیرفته بود که آقایون بقیه نداشته. خب بله، همین سماجد پادشاه در مورد اختیار ارتش رو داشته باشه سبب شد که بعد از اینکه از ایران خارج شد ارتش کاملا در اختیار جنرال هایزر قرار گرفت. آیا ببینید آخه اینا همش هر کدومش که بیان میشه یه پاسخی داره. بله، در مقابلش پاسخی هست. خودتون دادید، شما خودتون پاسخ خودتون دادید. بنده عرض کردم قبلا ارتش و ساواک در اختیار پادشاه نبود، نفوذ غرب بود، نفوذ امریکایی‌ها بود که اونو می‌گردوند. به همین علت بود که هایزر بدون اطلاع ایشون وارد مملکت میشه، میره ساخت تو جلسه این حضرات که ایشون گله کردن که پدر سوخته، همینجوری پدر سوخته در روز اومده ایران بدون اطلاع من. آقا مگه میشه؟ قربان شد دیگه. جناب بهرامیان عجیب، جناب بهرامیان عزیز، یه دانشجو سر یه اعلامیه، سر عضویت در جبهه ملی که از وفادارترین سازمان ها بود به پادشاهی پهلوی، مطلقا برانداز نبود، به زندان می رفت. یه عضو حزب ملت ایران، به زندان می رفت. شاه نمی تونست افسران خودفروش رو بازداشت کنه و تیربارون کنه؟ نباید چشم زخم نشون میداد به غرب که آقا اینجا سرزمین منه، اینو من اداره میکنم. آقای فروزنده، شما میدونید دیره که تیر بارون کردن درست خلخالی مأمورش بود، ولی لیست رو کی به ابراهیم یزدی داده بود؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. لیست رو امریکا داده بود به آقای یزدی. من از این دوران صحبت نمی کنم. ببینید جناب دکتر بهرامیان، من از این دوران صحبت نمی کنم، من از دوران اقتدار پادشاه صحبت می کنم. می دونید همه صحبتم این است که من برای پادشاه ایران اشتباهات زیادی کرد، روشنفکرها اشتباهات زیادی کردن، مردم اشتباه زیادی کردن، غرب منافع خودش رو میخواست، همه اینها ما رو به این روز انداخت. درسته، او شأن بزرگی در تاریخ ایران خواهد داشت به خاطر خدماتی که کرده، اما ما بازی کردن با غرب رو باید یاد بگیریم، یه زمانی بازی کردن سیاسی رو باید یاد بگیریم. ما مصدق دیگه به کارمون نمیاد، ما پادشاه هم به درد کارمون نمیخوره اگر نمیتونه بازی بکنه. ما حرمله های سیاسی لازم داریم، امرؤاسایی داریم که به منافع ملی وفادار باشند و خودفروش نباشند.
اما امراض باشم. بله فرمودید. فرمودید. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. در این دو جلسه گفتگو از فرمایشات شما بسیار استفاده کردم و بینندگان عزیزم حتما استفاده کردن. انشاءالله در فرصتهای بعدی اگر عمری باشد و برنامه مجددا در خدمت شما خواهم. به مسئله اصلی نرسیدیم. بازم میرسیم آقای بهرامیان. هم ماشاءالله شما حریفی و من هم پرسشگری هستم که در خدمتون خواهم بود. خوشبخت. جناب آقای از آقای امیر درخشان سپاسگزارم، کارگردان فنی برنامه، از اینکه من همین آدم همین جوری هستم و به هیچ وجه هم بازی در نمیارم و نمیتونم بازی در بیارم و اگر که فرض بفرمایید که این چراغا افتاد بگم چراغ نیفتاده، خب چراغ افتاده. از همه شما سپاسگزارم بینندگان عزیز، از امیر درخشان به خاطر کارگردانی این برنامه فوق‌العاده مشکل سپاسگزارم، از آقای دورمانی به خاطر همه حمایت‌هایی که از برنامه مرغ سحر کردند تا کنون سپاسگزارم و امیدوارم بشود برنامه گذر از روحانیت رو هر چه زودتر در کنار مرغ سحر به اجرا گذاشت. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام. درود بر شما.